سلام کنم به همه دوستای خوبم، به کلاس درس خوش اومدین. چند تا شکل عجیب غریب اینجا میبینید، عجله نکنید، میخوام روی همه این شکلها با هم صحبت بکنیم به ترتیب. اما چیزی که امروز میخوایم با هم شروع بکنیم، مبحثی که اسمش هست الغای الکترومغناطیسی، میتونم بگم هیجان انگیزترین رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس هست و در این ویدئو و فکر میکنم 10-15 ویدئوی آینده که ما در این مبحث با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، شما خواهید دید که الکتریسیته و مغناطیس عملا یک نیرو هستن در طبیعت. یعنی من با هر کدوم میتونم اون یکی رو تولید بکنم و رابطه بسیار زیبای این دو رو با هم خواهید دید و میبینید که نام الکترومغناطیس از کجا میاد. اما قبل از اون من میخوام یه یادآوری بهتون بکنم که ما کلن فیزیکدان‌ها، یعنی ما فیزیکدان‌ها، الان من و شما با هم فیزیکدانیم دیگه، داریم فیزیک میخونیم، میخوایم فیزیک بدونیم، یعنی الان فیزیک خانیم، میخوایم بشیم فیزیکدان. چه جوری کار میکنن؟ فیزیکدان‌ها همیشه این مراحل رو طی میکنن، یعنی مشاهده میکنن اول از همه. میرن یک سری پدیده رو میبینن. در مورد آقای نیوتن مثالش این بود که مشاهده کرد که سیب میخوره توی سرش. بعد از مشاهده از خودشون میپرسن چرا و به دنبال دلیل میگردن و برای به دست آوردن این دلیل قوانین سیستم رو سعی میکنن واسه خودشون توصیف بکنن. یعنی قوانینی برای سیستم تعریف بکنن. من اینو خیلی سخته الان بخوام بگم، ولی میگم این قوانین طبیعت نیست که فیزیکدان‌ها کشف میکنن. فیزیکدان‌ها طبیعت رو با قوانینی که خودشون میفهمن توصیف میکنن. یعنی ممکنه اون قوانین غلط باشه، اما این بهترین قانونیه که یک فیزیکدان میتونه برای توصیف طبیعت ابداع بکنه که مشاهداتش رو توجیه بکنه. خب بنابراین قوانینی که فیزیکدان کشف میکنه به این معنی نیست که طبیعت دقیقاً داره بر طبق اون قوانین کار میکنه. ما نمیدونیم واقعاً قوانین طبیعت چی هستن. ما میدونیم که این قوانینی که ما کشف کردیم مشاهدات ما رو به بهترین شکل توصیف میکنن، اما ممکنه در آینده یک مشاهده‌ای داشته باشیم که با این قوانین ما سازگار نباشه، مجبوریم بریم قانون جدید بسازیم. همونطور که خیلی از مشاهدات با قوانین نیوتن سازگار نبودن و ما فیزیک کوانتوم رو ابداع کردیم. خب از این بحث فلسفه علم اگر عبور بکنیم، ما امروز بخوایم با هم این مرحله رو، یعنی این مراحل رو با هم طی بکنیم. خب یعنی در این ویدیو و ویدیوهای بعد میخوایم شروع کنیم از یک سری مشاهدات، ببینیم مثلا فیزیکدان‌های قرن قبل یا حدوداً دو قرن قبل که اصلی ترینشون آقای مایکل فارادی بود، چه مشاهداتی داشتن که تونستن رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس و در حقیقت الغای الکترومغناطیسی رو کشف بکنن. من از این بالا سمت راست شروع میکنم، اسمشو میذارم مشاهده یک. اولین مشاهده این بود که وقتی من یک آهنربا رو داخل یک سیمدوله میکردم و بعد ازش خارج میکردم در این راستا و بعد برمیگردونم و اینجا حرکت میدادم، یک جریانی در اینجا ایجاد میشد. یعنی این آمپرسنج من عبور یک جریانی رو نشون میداد. خب الان خیلی عجیبه دیگه، من وقتی که یک آهنربا رو دور یا نزدیک میکنم دارم چیکار میکنم؟ دارم در حقیقت میدان مغناطیسی که از این سیمدوله عبور میکنه رو کم یا زیاد میکنم، شدتش رو، و بعد شدت یک میدان رو کم یا زیاد کردن بدون هیچ باتری، من مینویسم بدون هیچ باتری، داره در این مدار من جریان ایجاد میکنه. یعنی در حقیقت داره در دو سر مدار من یک ولتاژی ایجاد میکنه. خب و این خیلی خیلی مشاهده عجیبی بود. خب من چند ثانیه صبر کردم که شما خودتون هم فکر بکنید به این مشاهده. و بنابراین نتیجه‌ای که از این مشاهده یک فیزیکدان میگیره اینه که تغییر میدان مغناطیسی میتونه جریان ایجاد بکنه یا در حقیقت ولتاژ ایجاد بکنه. خب و چرا گفتم تغییر؟ به این دلیل که اگر من این آهنربا رو ثابت نگه دارم، مهم نیست در چه نقطه‌ای، چه اینجا، چه داخل این کامل، چه کاملا بیرون، فرقی نداره، اگر تکون نخوره اون وقت دیگه هیچ جریان ایجاد نمیشه. یعنی من این مشاهده رو هم میتونم در آزمایشگاه انجام بدم. بنابراین تغییر این آهنربا، مکان آهنربا هست، تغییر میدان مغناطیسی هست که داره برای من جریان ایجاد میکنه.
خب من شگفت زده میشم به عنوان یک فیزیکدان، میگم بیا یک سری آزمایش دیگه هم بکنیم. بعدش میرم سراغ این آزمایش سمت چپ، اسمشو میذارم آزمایش دو. خب من اینجا دو تا خط سیاهه که برای شما باید سفیدشون بکنم که ببینید. خب این آزمایش دو به این شکله که من میام این حلقه‌ای که این وسط هست رو بین دو تا آهنربا قرار میدم. یعنی در حقیقت ما الان اینجا یک میدان مغناطیسی داریم در این راستا، در این راستا بود دیگه، میدان مغناطیسی به سمت قطب جنوب بود. یک میدان مغناطیسی ما داریم که این میدان مغناطیسی وقتی من این حلقه رو میچرخونم به این ترتیب که این حلقه میاد مثلا این بالا قرار میگیره و بعد دوباره میچرخونمش دائم، میبینم این دو سر ولتاژ ایجاد شد. خیلی برای من جالبه، یعنی باز هم بدون هیچ باتری و فقط من وقتی با دستم این دستگیره رو میچرخونم بین دو آهنربا اینجا ولتاژ ایجاد میشه. در حقیقت من اگر یک مقاومت اینجا قرار بدم اینجا جریان عبور خواهد کرد و این برای من بسیار بسیار جالب و در حقیقت عجیب است به عنوان یک فیزیکدانی که دارم یک سری مشاهده جمع آوری میکنم. پس اینجا من یک نکته دیگر رو میفهمم، من میفهمم که تغییر زاویه صفحه، من اینجا دارم زاویه رو عوض میکنم دیگه، درسته؟ یعنی اگر من یک خط عمود بر این صفحه الان بکشم، مثلا این خط الان مثلا زاویهش با این هست تتا، ولی وقتی این خط عمود بچرخه یه جایی مثلا زاویهش میشه صفر، برمیگرده منفی میشه و و و، تغییر زاویه داره برای من جریان ایجاد میکنه. خب پس این هم شد مشاهده دوم. مشاهده سوم، این دیگه خیلی جالبه، من میام یک همچین شکلی درست میکنم باز هم بدون هیچ باتری، چند تا میله آهنی میذارم دوتا اینجا، یک مقاومت اینجوری بینشون قرار میدم و بعد یک میله به این شکل روی این دو میله قرار میدم. الان اینها با هم یک مدار هستن، درسته؟ چون اینها سیمن و اینم مقاومت، اما من هیچ باتری ندارم، فقط یک میدان مغناطیسی دارم در صفحه که به سمت داخل صفحه هست. این میدان اینجا میبینید کلا در صفحه هست و بعد میام این سیمه، یعنی این میله این رو روی یک ریل حرکتش میدم به سمت مثلا راست و بعد میبینم یک جریان ایجاد شد و این دیگه واقعا از این عجیبتر نمیشه. یعنی من بدون هیچ باتری، بدون هیچ کاری، صرفا یه میله رو دارم روی یک ریل حرکت میدم، میبینم در این مدار داره جریان ایجاد میشه. واقعا این چرا این اتفاق داره میفته؟ به عنوان یک فیزیکدان من میام سراغ این چرا و اون وقت این منجر به یک پدیده بسیار جالبتر میشه برای من. چه پدیده ای؟ من میتونم یک سیمی که جریان ازش عبور میکنه رو اینجا داشته باشم. خب میدونیم وقتی از سیم جریان عبور میکرد اطراف خودش میدان مغناطیسی ایجاد میکرد، یعنی این داخل چه میدانی ایجاد میکرد؟ اگر از قانون دست راست یادتون باشه میدان به طرف داخل بود دیگه، درسته؟ الان شستتون رو بگیرید به طرف بالا، میبینید که اینجا به سمت داخله و این ور به سمت خارج و اون وقت این میدان به سمت داخلی که اینجا وجود داره، اون وقت من میام یک صفحه فلزی رو، در حقیقت یک حلقه فلزی رو به سمت چپ یا راست فرقی نداره حرکت میدم و میبینم که داخل اون جریان ایجاد شد. یعنی یک جریان این شکلی اگر به این ور حرکت بدم این داخل ایجاد میشه و این دیگه خیلی برای من عجیبه. یعنی مشاهده چهارم من تونستم با یک جریانی که در این سیم جریان داره داخل این سیم جریان ایجاد بکنم. یعنی دیگه از این عجیبتر، شما یک سیم رو بذارید کنار یک حلقه، داخل اون حلقه جریان ایجاد بشه ناشی از جریانی که داخل این حلقه است. یک جوری اصلا انگار این دو حلقه دارن با هم یک ارتباط مجازی برقرار میکنن، یک حالت مخابراتی بینشون هست، انگار دارن با هم حرف میزنن و این دیگه خیلی عجیب بود. یعنی ما اصلا انتظارشون نداشتیم که دوتا حلقهی که با هم هیچ ارتباط فیزیکی ندارن یک جوری به همدیگه یک نیروی وارد بکنن و درون حلقه دیگه یک اثری داشته باشن. خب این چهار تا مشاهده که این مشاهده اول تغییر میدان مغناطیسی، مشاهده دوم تغییر زاویه صفحه، مشاهده سوم چی بود؟ تغییر مساحت صفحه، در حقیقت بذارید من به جای صفحه بگم حلقه، تغییر مساحت حلقه، چون من اینجا دارم اینو میبرم کنار، این مساحتی که این وسط هست رو دارم زیاد میکنم،
این باعث میشد که درون این مدار من یک جریان ایجاد بشه. خب شما الان میتونید به من بگید که این یکی از چه جنسی هست؟ یعنی تغییر میدانه، تغییر زاویه است یا تغییر مساحت؟ خب تغییر زاویه که نیست، چون زاویهش نسبت به سیم ثابته نسبت به میدان. تغییر زاویه هم نیست، ببخشید تغییر مساحت هم نیست، چون مساحت این حلقه ثابته. اما تغییر میدان هست، چون من هرچی اینو دورتر میکنم دارم میدان داخل این رو ضعیف‌تر میکنم. یادتون هست که فرمول میدان چی بود؟ یادتون نیست میتونید برید ببینید، من نمیگم که برید ببینید، موصف تقسیم بر دو پی ضرب در یه چیزی. خب اما رابطهش با فاصله یک به آر بود، یعنی هرچی فاصله بیشتر میشد میدان کمتر میشد. پس من در حقیقت دارم میدان داخل این رو تغییر میدم. تا این جریانی که من اینجا کشیدم ممکنه این وری هم باشه، من الان نمیخوام دقیق بگم کدوم وریه. نکتهش اینه که یک جریانی ایجاد میشه. خب من فیزیکدان میام و میبینم که سه تغییر، یعنی تغییر میدان، تغییر زاویه و تغییر مساحت داخل یک سیم، داخل یک حلقه میتونه جریان ایجاد بکنه. و میخوام دنبال یک قانونی بگردم که این سیستم رو توصیف بکنه. من بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو متوقف بکنید و چند لحظه خودتون فکر بکنید به این که من باید دنبال چه قانونی و از چه جنسی بگردم. با فرض اینکه الان متوقف کردید که شاید هم نکردید، خیلی فرقی، فرق که خیلی داره، خیلی حالا اگر نکردید اشکالی نداره. یک چیزی هست که تغییرش داره جریان ایجاد میکنه و اون چیز با میدان رابطه داره، با مساحت رابطه داره و با زاویه هم رابطه داره. خب یعنی تغییر این سه تا با همه، در حقیقت اون چیز یک رابطه مستقیمی داره با من. الان دنبال یه جایی میگردم بتونم بنویسم. بذارید من یک چیزی رو پاک بکنم، مثلا من اینجا رو میتونم پاک بکنم که بتونم بنویسم. خب من میدونم یک چیزی هست که با میدان رابطه مستقیم داره، یعنی هر چقدر میدان بیشتر بشه تغییراتش، جریانم بیشتر میشه. با مساحت رابطه داره و با زاویه هم رابطه داره. من اسمشو میذارم کوسینوس تتا. حالا اینکه چرا این کوسینوس تتا هست رو به زودی بهتون میگم، اما از لحاظ فلسفه علمی همون چیزی که اول بهتون گفتم، من حدس میزنم کوسینوس تتاه. بعد میام چک میکنم میبینم با مشاهداتم آیا سازگاری داره یا نه، میبینم ا داره. میتونستم حدس بزنم تانژانت تتا، بعد بیام ببینم ا سازگاری نداره. و تتا هم زاویه بین این خط عمود بر صفحه هست، مثلا خط عمود بر صفحه اینجا یه خطی است به سمت چشمان شما، زاویه بین خط عمود بر صفحه است و میدان مغناطیسی. خب من میبینم که این سه تا، میدان، مساحت و زاویه، تغییراتشون اثر میذاره روی این جریانی که اینجا شکل میگیره. بعد میام برای این حاصل ضرب یک اسم میذارم، اسمش رو میذارم شار مغناطیسی، که به زودی خیلی برای این راجع به این ما هم صحبت خواهیم کرد و با این علامت فی نشون میدم و اسمشو میذارم شار مغناطیسی. یعنی چی شار مغناطیسی؟ بیاید یک بار دیگه فرمولش رو ببینیم. هر چقدر میدان زیاد بشه شار مغناطیسی بیشتر میشه، هر چقدر مساحت زیاد بشه شار مغناطیسی بیشتر میشه، و هر چقدر این زاویه کوسینوسش بیشتر بشه، یعنی زاویه بین این خط عمود بر صفحه و میدان، شار مغناطیسی بیشتر میشه. تغییر شار مغناطیسی ولتاژ ایجاد میکنه. بنابراین برای من مهمه که بتونم شار مغناطیسی رو خوب تحلیل بکنم. پس اگر اجازه بدید من میخوام یک شکل بسیار خوب در مورد شار مغناطیسی براتون بیارم تا خیلی دقیق تر متوجه بشید که شار مغناطیسی چی هست. خب این شکل من هست. ببینید از این شکل بالا سمت راست می‌خوایم، سمت چپ می‌خوایم با هم شروع بکنیم. پس این شکل یکه. ببینید من یک صفحه‌ای دارم و میام این خط عمود بر صفحه که اینجا مشکی رنگ هست رو تعریف می‌کنم به عنوان خط عمود بر صفحه، و الان زاویه این خط عمود بر صفحه و میدان چند درجه است؟ 0 درجه. خب کوسینوس تتا پس میشه 1، کوسینوس 0 درجه 1، و در این صورت شار من میشه b ضرب در a. این حد اکثر شاری هست که میتونه از این صفحه عبور بکنه. همینجا میتونید ببینید الان
که اگر من مساحت صفحه رو زیاد بکنم، همونجوری در این شکل دو میبینید، خطوط میدان بیشتری داره عبور میکنه از این صفحه من و شار من که بی ضرب در ای هست که کوسینوس تتا یکه زیاد میشه. ببینید اینجا این شار، اینجا زیاد میشه و در حقیقت شار مغناطیسی بسیار بسیار شبیه هست به هر شار دیگه‌ای که شما میشناسید. مثلا یک جریان آب که داره عبور میکنه از این صفحه یا از یک حلقه، اگر مساحت اون حلقه زیاد بشه خب جریان بیشتری عبور میکنه دیگه. اینجا هم یک جریانی از میدان مغناطیسی که داره از این صفحه من عبور میکنه و اگر من مساحت صفحه رو زیاد بکنم خب جریان بیشتری میتونه، جریانی از میدان مغناطیسی بیشتری، شار مغناطیسی بیشتری میتونه عبور بکنه از این صفحه من. و همینطور میتونید ببینید که اگر من زاویه رو تغییر بدم، در حقیقت دارم یه کاری میکنم که خطوط میدان کمتری عبور بکنه از این صفحه من. خب یعنی خطوط میدان چون عمود هستن به این شکل، یعنی به سمت راست دارن موازی حرکت میکنن، به اندازه این صفحه، یعنی به اندازه این بخش عمود این صفحه که کج شده، اون وقت میتونن ازش عبور بکنن، در حالی که اینجا صفحه کامل کامل بود و کامل میتونستن عبور کنن. یعنی من اینجا الان صفحه کامل رو براتون بکشم، یک همچین شکلی میشه، در حالی که اینجا یه مقداری کمتر شده میزان خطوطی که میتونن از این عبور بکنن. یعنی من وقتی زاویه رو کم میکنم شار کمتری میتونه عبور بکنه، زاویه بین این خط عمود بر صفحه و این خطوط میدان رو. و اگر زاویه رو صفر بکنم، یعنی صفحه رو کاملا بخوابونم یا همچین شکلی، دیگه هیچ خط میدانی از داخل این حلقه من نمیتونه عبور بکنه دیگه، درسته؟ چون کاملا موازی هست و خطوط میدان نمیتونن اصلا دیگه داخلش عبور بکنن، پس شار صفر میشه، چون زاویه این شکلی میشه، زاویهش با این خطوط میدان میشه 90 درجه و کوسینوس 90 میشه 0. پس شار میشه 0. بنابراین شما الان دیدید که چگونه تغییر مساحت و تغییر زاویه میزان شاری که داره از وسط یک حلقه عبور میکنه رو تغییر میده. من خیلی تاکید میکنم روی این که به این شار مغناطیسی کاملا به شکل یک شار فیزیکی فکر بکنید. یک مثلا آبی که داره داخل یک صفحه عبور میکنه، وقتی اون حلقه رو شما بزرگ بکنید آب بیشتری عبور میکنه، زاویهش رو کم بکنید آب کمتر میتونه داخلش بشه. و نکته نهایی در مورد شار اینه که اگر من این صفحه‌ای که این بالا بود رو به طور کامل بچرخونم و بیارم اینجا، به نحوی که زاویه این خط عمود بر صفحه که این بالا اینوری بود الان کامل چرخیده و اونوری شده بشه 180 درجه، کوسینوس 180 درجه میشه منفی 1. بنابراین اندازه شار تغییری نمیکنه با این حالت، اما جهتش کاملا برعکس میشه. پس شار یک برداره که جهت هم داره، یعنی این دو اندازه‌شون با هم برابره، ولی چون این صفحه کامل چرخیده این اندازش جهتش برعکس هست. بنابراین این بردار عمود بر صفحه رو مهم نیست در چه جهتی انتخاب میکنید، اما در هر جهتی که انتخاب کردید، چه این وری چه این وری، دیگه تا آخر نباید تغییر بدید. یعنی نمیتونید اینجا بگید ا بردار عمود بر صفحه من این وریه حالا، نه، چون یه بار این وری انتخاب کردید دفعه بعد باید همین وری باشه که وقتی میچرخه بشه اون وری. خب پس این شد شار مغناطیسی، پدیده‌ای که میزان میدان مغناطیسی عبوری از یک حلقه رو به ما نشون میده و ما در این آزمایش‌هایی که دیگه الان شما نمیبینید دیدیم که تغییر شار منجر به ایجاد جریان میشه، چیزی که در ویدئوی بعد با همونو بررسی خواهیم کرد. فعلا خداحافظ.